سلام دارم خدمت تمام شما افغانای خوب و نازنین هموطنای گلم و افغانستانی های گرامی امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل خوب و خوش باشید. سلام دیگری دارم خدمت تمام فارس زبانای عزیز در سراسر دنیا امیدوار هستم هم زبانای خوبم هر جای دنیا هستید عزیزان دور از غم و غصه شاد و سرفراز و سربلند باشد <applause> عزیزان تشکری میکنم از تمام شما خواهرای خوب و نازنینم بابت کامنت های بسیار زیبای شما تشکری میکنم بابت پیام های زیبای شما در اینستاگرام تشکری میکنم خواهرای عزیز و برادرای محترمم تشکری میکنم که این همه لطف و محبتی که در حق یعنی در برای ما کردین و خاطر که هم پیام های بسیار خوب در اینستاگرام دادید و هم کامنت های بسیار زیبا نوشته کردین تشکری میکنم از تمام شما خواهرای نازنین و خوب ما هر کدامتان در قلب ما جایی دارین وحید جان نازنین سرایا جان نازنین و سهیلا جان عزیز و همچنان فرزانه جان خواهر زیبای ما و زهره جان زهرای عزیز و همچنان خواهرای دیگه ما که نامایشان اگر نگرفتیم ببخشین میشه بعضی ها نیست در وقتی که ما کامنتار می بینم بعضی ها در نام بچه بچهشان هست یا شوهرشان که یک خواهر ما که در ایمیل نوشته هست محمد بسیار کامنت های زیبا میکنه البته دو تا محمد است یک وقت سوی تفاهم نشه برادر عزیز ما هم که نامش یکش احمد است و یکش محمد کامنت های بسیار زیبا میکنن <coughs> عبدالقادر خان که بسیار کامنت های زیبا میکنن و همیشه مرا به نام قهرمان یاد میکنن تشکری میکنم برادر عزیزم و قدرم که قابل تعریف نیستم که در سر من نام قهرمانی رو بانی فقط هموقدر که بتانم از خواهرای عزیزم دفاع بکنم و همچنین برشان بگویم که از حق خودشان دفاع کنن دیگر قهرمانی فکر نکنم م... کدام قهرمانی باشم تشکری میکنم از شما با قلب مهربانی که شما دارین و وق... واقعا برای من جای افتخار است که یک برادر افغان ما ای قدر روشن فکر و ای قدر با معرفت هستن البته عزیزان دلنا گفتن نمانه عبدالقادر خان برادر عزیز من از قوم ترکمن هستند ترکمن ترک, ترک تبار هستند یعنی ترکمن های افغانستان ترکمن ها یا ترکمن ها بسیار مردمای های خوش قلب و بسیار مردمای خوب هستند که ما با یکشان همسایه بودیم وقتی که ما تازه خانه جور کردیم خانه اول ما را در مزار شریف ما یک همسایه داشتیم که همه به اونا میگفتن خانه ترکمن این وقت که ما میخواستم در اونجا کش بیاییم یادم هست که <coughs> یکی با ما سلام علیک کرد گفت شما دهی این کجا کش آمدین گفتم ما گفت خوب اقل خانه ترکمن میشنین من نمی که اینا ترکمن هستن بسیار مردمی مهمان نواز بسیار مردمی خوشقلب برشان شیعه و سنی مسئله ای نیست ای قدر که ما مردم دنبال زیر میگیریم که سنی هست و ما شیعه اینا نبودن چون وقتی که ما تازه کجا آمدیم روز اول که ما آمدیم روز دومش اینا ما رو میمان کردن و تقریبا یه دو قربان بود یادم میایی که بسیار کسای دیگر هم با ما میمان کرده بود که همسایه نوی ما آمده که ما خود ما بودیم و چند تا از خیشای ما بود که با هم دیگر میمان شده بودیم خانه اینا یک مردم بسیار خوبی بودن ما ترکمن های افغانستان و همچنین بوله های عزیز ما اوزبکتبار های افغانستان که سریفول زیبا زیادترشان اوزبک هست و پشتون ها هست که ما در بین اقوام مختلف عزیزان دل ما خود ما کلام شده تو توفولیت ما در بین اوزبک ها ترکمن ها یا همون پشتون ها که ما اوغان می گفتم یا اوغو عرب ها و همچنین مردم ایماغ که نمی فکر کنم همی تبار هستن اونا هم تاجک ها مردم های بسیار شریفی هستن در افغانستان ما اقوام زیادی داریم غیر از پشتون و هزاره، اوزبک، ترکمن، پشایی، ایماق و عزیزان دل همه تاجک های عزیز که زیادتر مردم افغانستان عزیزان نصف شانشی هستن نصف سنی که من امروز یک پست را دیدم بسیار یک ویدیوی را دیدم بسیار بر من جای تاسف بود که پدر بسیار سال, سال کرده بود گفت ما در بامیان زندگی میکنیم زمانی که خلیلی اینا سرکار بود بسیار هزارها مردمای تاجیک آزار میدادن خداوند اینا را نابود کنه که هر جای بودن همیشه شیعه کردن مردم های بی آزار مردم که آزارشان در یک پشم نمیرسه اینا را آزار دادن ما خود ما هم همچنین از اینا دل خوش نداریم نه از محققش نه از خلیلی و کریمی و پلیلی و دیگهش که عزیزان ما در افغانستان از دست اینا ظلم هایی دیدن یا مثلا اینا را آزار دادن یا زمین هایشان را گرفتن یا که اولادایشان آزار دادن که شما سنی هستین و ما شیعه یعنی چی که ما تو سنی هستیم ما شیعه هستم ما شیعه هستم تو سنی کلتان یک مسلمان هستین اگر آدم خوب بودین کن از شما خوب یاد میکنه اگر بد بودین خوب مثل همین دیگه مسلمان که امروز هر جایی برابر شد پای یک غیر مسلمان لغت میکنه که با که دیگه نتانستم حتی میگم یک انگوشت پایش اوگار کنم خب دور از خوبا باشه عزیزان دل دور از خوبا باشه سر داستان که امروز داستانی را دارم دور از خوبا باشه د دل نگیرین من کسایی میگم که امروز اروپا در شاری اینا من ده منظور من اونا هستم منظور من شما خوبان نیستید خوب نازن اینا عزیزان دل امروز داستان دیگری دارم البته امروز درباره پول نیست کسی استرس یا دپریشن نگیرم من امروز داستانی از خواهر دیگه ای مرا دارم که در, با در باره درباره پول گپ زده نشدم البته داستان هایی درباره پول زیاد دارم که باز داستانی دیگر میمانم امروز داستانی دختر زیبا که فعلا یک خانم 36 یا 37 ساله هستند در ناروی زندگی میکنن در اروپا که اینا بسیار ظلم هایی از دست پدر دیده برادر و مادر که بعد از اون روزهای سخت را با یک مرد افغان تیر کردن که میگه بعض وقتا ما یک مثال داریم میگه در دا پیشانه هر چیز که نوشته شد خداوند از اول نوشته میکنه باید اونا رو بکشی البته دخترهای افغانستان کلشان زیادترینشان کشیدن ما باورم نمیشه که دختر افغان باشه یعنی روزهای بعد ندیده باشه دختر افغان باشه ظلم ندیده باشه دختر افغان باشه در حقش ظلم نشده باشه من باورم نمیشه اگر شاید دختر افغانی در امریکا به دنیا بیه که هم افغان نیست و یک امریکایی هست شاید او با دختر افغانی که در ایران و افغانستان به با دنیا میایه یک کمی فرق داشته باشه منظورم این است که منظورم از این که امروز میگم دختر افغان در هر جای دنیا هستن روز خودشان رو دیدن منظورم این است که همی دخترها هر کدامشان ببینی یا همه خانم ها اگر ویدیویی را بخوای نشر کنی بعضی هایشان بر ما پیام میتن میگه خواهر سارا ما هنوز داستان ما برتان نفرستادیم این داستان ما بود میگم نه خواهر ما داستان تو نبود میگه چه قدری شباهت داره در دا داستان زندگی ما اینی تقریبا زندگی ها عزیزان دل زندگی های دخترای افغان با همدیگه هیچ فرقی نداره ما تو یا تو یا تو همین که پدر ما مادر ما که دمو وطن متولد شده باشه در بین هم اقوام در بین هم مردم باید ما دیدنی های ما را ببینیم خب نازنینا بعد از چاشت هست و نان چاشت خوردیم ببخشین دسر نان چاشت که چای سبز بخوری یکم با نمیفهم گلونت خشک میشه یا چی هم و خاطر همون یکم صدای گای پخش میشه و گای بالا میرم خب نازنینا داستانی خواهر زیبای ما که فعلا در نروژ زندگی میکنن داستان دوزنا از کجا شروع میشه دختری پنج شش ساله بودن اینا که اینا میرن ایران بعد اینا سیزده ساله میشه که اینا دوباره پس بر در افغانستان که البته افغانستان وقتی کم بهتر شده بوده بعد اینا دوباره زندگی نمیتونه اینا پس بر در ایران خب طبعا مردمایی که در ایران زندگی میکنه اولاداشان همونجا کلان میشه اینا عادت میکنند دمو راحتی که در ایران هست ما بارها برتان گفتیم در ایران بسیار راحتی هست عزیزان بسیار زندگی بسیار رفاهی خوب رفاه و زندگی های خوب هست اونجا مقایسه کنیم مثلا مزار شریف ما با قوم ایران مقایسه کنیم زمین تا آسمان فرق داره چطور فرق داره در بعض جایهای مزار شریف خانه هایشان همه یا تشناب یا همم های جانشایی میگم منظورم خانه هایشان او سویه نداره گاز نیست وایلر ندارن وایلر, وایلر اگه داشته باشن بسیار کم مصرف میکنه در خانه که پیسه برق زیاد می گاز خونه نیست دیگه بعضیا با چوب آب این منظورم مقایسه بکنیم مزار شریف و با قوم ایران بسیار تفاوت زیاد بین دوتا هست چه برسه که یک فامیلی از اطراف میخزه مثلا یک فامیلی حساب کنیم نه سریپول یعنی از یک دهکده یا از یک قشلاق سریپول بخزه بلند شده بره ده تهران زندگی کنه خوب این پس اگه برگرده بیا همو دیاد یا دهکده خودش ببینه خوب وحشت میکنم صد در صد برقی درست نه گاز نه سرک درست نه وقت راه بوری تا زانوهای تو پرخاک میشه در بعض هم جای اطراف میگم ما کج بشینیم از دل راست بگوییم هیچ وقتی پوف و لاف نکنیم که نه ما تو بودیم و افغانستان ما بسیار سال هاست جنگ است جنگ هم که نباشه مردم در فکر جب خودش است کسی افغانستان جور نکردم اگر مثال یک نفر اولیش جور کرده امون دان دروازش که یک متری دان دروازه خودش دلش نشده که را اسفالت کنه یا همو سمیت کنه به خاطر میگم مرا چی؟ مولی که جور هستم یعنی اون شهر ما خانه ما در ایران رسم است در افغانستان نه افغانستان میگه فقط خانه ما شهر ما نه و همچنان بعض جایها ببینیم منظورم این است که من بشنم امروز تعریف کنم از او کشور از او کشور منظورم این است که اینا نتانستن طاقت کنند در افغانستان اینا برگشتن پس ایران 13 ساله که آمدن اینا 5 -6 ساله بود در افتر 13 ساله پس آمدند یک سال و نیم در افغانستان بودن اینا پس رفتن ایران خب داستان از اینا از چه قرار ما داستان ایران رو براتان تعریف کنم این میگم من یک مادری بسیار دراماتیک یعنی یک مادر بسیار دیوانه خوی داشتم که مادر ما فقط فکر و ذکرش بود که در خانه جنجال جور کنه و مرا زیر مشتلغت بگیره مرا بزنه مویای مرا بکنه در سن پنج سالگی مادرم مرا میزد و گبای بسیار بد و ناسزا بر من میگفت. دختر میگم از روزی که خودش شناختم ما از بس که مادرم مرا میترساند مادرم یک چیزایی را در وقتی که مرا میزد بر من میگفت میگفت میفهمی دختر که مثلا ها <applause> بسیار نادان است اگه دختر زود جوان شوه یعنی او را کدام بچه در بیرون مشتمال کرده اگر یک دختر اندامش بر های مثلا سینهش و اندام دیگه جایش کلان باشه اینه من مطمئن هستم که او را کدام مردی تش کرده میگه من از خاطری که مادرم وقتی که مرا را دو دشنام میداد و میزد دختر توپول بودن اینا یک مقدار گوشتی که اینا را هر دفعه کمی گپا را میزده که تو به خاطر از این مثلا بعض جایت برجستگی های بدن تو کلان است تو را کدام تش کرده دختر میگم از بس که میشرمیدم میدم خواهر سارا در سنی دوازده سیزده سالگی من یادم میایه که من چادر در میکردم که مادرم نبینه کسی احساس نکنه که من مثلا اندام من چطور است و چطور نیست میترسیدم و من وقتی که میزد میگفت وقتی اگران دفعه میششت با ما قصه میکرد میگفت دخترایی را که بسیار انتو یگان جای مردا از بغلش کش میکنه یا یگان چندوک میکنه او دخترها زود جوان میشه خب ببینید عزیزان دل اینا کلش از بیسوادی و فرهنگ غلطی که بعضی خانواده ها دارن از مادر ده دختر منتقل از دختر ده دختر منتقل این میمانه یعنی ما باورم نمیشه که در دیگه کشور هم همچین گبی باشه در دیگر کشورها دخترشان اگر کمی نوجوان میشه چقدر قدر مادر خوش میشه میگه ببین دختر ما جوان شده و چی لباسی در این میایه چی اندامی کشیده خب ما خود ما یک وقتای احساس ما در حالی که بسیار جوان بودم ولی دخترای ما هم تو نیم جوان بود خوشم میامد که برم برای اینا لباس زیر بخرم یا مثلا همین لباسایی که دخترا میپوشه که لباس های مقبول که اینا بپوشه خوب معلوم شود دیگان مهمانی ها دیگان جای ها که می رفتیم من هم که هست بر دختران می گم خودتان جور کنین چی وضع است خب چرا خودتان نمی رسیم که وقتی در افغانستان بودیم میگفت خب درست است مادر خب رسیدیم و می گفتم دختر باید از مادر شش قلم زیادتر آرایش کنه چون من خود من همیشه در خود میرسم اگه کم از زیاد است, است، اینمی میکردم از روزی که خودش ناخته میام و فامیدیم که من یک دختر هستم خوب نازن دختر میگم من روزهای بسیار سختی را با مادرم دیدم مادرم یک زن دیوانه بود پدر یک مرد وحشی که پدر وقتی از در در میامد یعنی در میزد ما کل ما اشتوک بودیم تنبان های ما تر میشد از بس که ما می پدر ما یک مرد بسیار وحشی یک مرد بسیار چی بگویم بدخوی که بد اخلاق در زبان افغانی ما آدم خراب میگه در ایران آدم بدخویه میگه بد اخلاق میگه پدر ما بسیار بدخوی بود یعنی از درک وقتی دروازه را تک تک میکرد کل ما هر کدام ما یک طرف میدویدیم و مادرم مرا ما دو میزد که برو درواز کو باور کنم که درواز میکردم پدرم اگه درواز میکردیم اول خو یک تیله میداد یا یک سلی میزد خو یک دیوانه تمام بود از دیوانه ها در افغانستان هم هست که بعد دو نام مادرم ما مادرم باز ای پدر که دو دشنامش کم میشد شروع میشد از این مادر خوی، از این مادرای خوی ما در افغانستان زیاد داریم تشویش نکنین شاید همی الان باشه آدمی اروپا اونجا که هستم اتفاقا من ویدیوهایش دارم خوب عزیزان دل ای دختر میگه رفتیم ایران که ما آمدیم 13 ساله ما پس رفتیم 13 ساله ما آمدیم افغانستان یک سال و نیم بودیم پس رفتیم این اینا سیزده چارده در سال 15 اومی که دختر پانزده ساله بوده اینا پس میره ایران پدر از اینا از سر دیوال میغلته و خب داستان برتان یکم خلاصه کنم که داستان بسیار دردراز نشه و خستکون برتان نشه دختر اینا پدر اینا برنایی کارهایی که در سر همی چارچوبا میبرایه چی میگه داربست یا داروست همچین چیزهایی که چوبا ما دیدیم مینه تو روی هم میمانه کاریگرا در سر اینا استاد میشه خشت بالا میندازه یا سیمت بالا میته اینا همونجا کار میکرده که پا اینا از سر همون چوب سر میخوره یا لز میخوره از طبقه همون دوم اینا پایان میغلته و پا اینا به سر یک پا اینا میده میشه خب وقتی که یک گوشتو آه بکشه خب زیادترین اینا آهی تفلا است که اینا رو میگیره ولی اینا نمیفهم باز میگن که آده ایران کار سخت بود از سر داربست افتاد و پای شکست ای که پای از میشکنه و ای را میبرن شفاخانه و ای در شفاخانه چند روز بستر و پای از را جای و جای میکنه ولی پای از جای و جای نمیشه اینا قند داشته یا همون ما شکر میگیم پدر اینا داشته که ای را از امون درد استقان شکستگی استغان ای میموره شیش ماه پدر عزیز زنده بوده در حالت ولی بسیار افونت تمام بدنش گرفته بوده که اینا پدر اینا میموره بعد از پدر اینا که میموره ای یک برادر داشته که از خود اینا خورتر برادرش نه دختر دختر کلان بوده و از دنبال یک برادر بوده دنبال بعد یک خواهر برادر ازی میگه برادرم وقت پدرم مرد 16 سالش بود که اینا بعد از البته از افغانستان که میده یک 4-5 سال یا دو سال سه سال تیر میشه اینا که برادر ای پدر اینا میموره دقیق نگفته که چند سالی مقصد وقتی که میگه پدرم مرد دیگه شد یک طرف خانه مادرم یک حیولا بود بعد برادرم یعنی مادرم برادرم هم میگفت دو چار چشمی موازی بیزی دختر باش که دختر کدام کار اشتباه نکنم خب خاله سارا یا خواهر سارا برای من خواستگار نمی آمد خواستگار نداشتم خاطری که از یک خانواده غریب بودیم قوم نداشتیم در ایران یک دو تا فامیل هم که داشتیم اونا بچه نداشتن نمی فامیل یا کس خواستگار من هم میامد من یک دختر بسیار مقبول و زیبا بودم چشمای سبز و مویای بور و خود سفید یعنی هر کسی که مرا فعلا در اروپا می بینه خیال میکنم من اروپایی هستم ولی من یک دختر افغان هستم که در افغانستان به دنیا آمدیم ام. خب اینا وانه عزیزان دل میگه برادرم بسیار مرا لد میکرد و مرا میزد مویای مرا برادرم که یکان چیز مرا دو میزد که مادرم میگفت موازی بزی او بیخی خدا در خانه پاچا جور کرده بود می آمد از در که در می آمد می گفت چرا تلویزیون می بینی دیگه ما که از پشت از خورد بود تا او ای را می دید و خوارم دویده در اون خانه می رفت مد سپایشه می شدم بخاطر که من لط بسیار خورده بودم من دست پایشه می شدم می گفتم ایران می که چی کنم خانه گفتنم نمانه می گفت ما یک مادر کلان داشتم در خانه که بسیار زن خوبی بود بسیار مادری پدر من ما بسیار خوب زن بود همیشه مادر من ما نصیحت میکرد میگفت چرا می دختره میزنی ما وقتی که مریض ماهانه شده بودم خواهر سارا من نمیتونستم ده مادرم بگویم به خاطر میترسیدم مادرم شعارشی بود که اگر دختر زود جوان شوه یعنی عادت ماهانه شوه حتما مردی او را کرده میگه این شعارش بود که دختر اگر بر جستگی بدنش زیاد باشه حتما مردی او را کرده دختری اگر عادتش ماهانی، مریضی ماهانش زود باشه یعنی دوازده ساله باشه یا سیزده ساله حتما مردی او را کرده من در سیزده سالگی که من جوان شده بودم مریضی ماهانه من تا دو مار از مادرم پوت میکردم من نمیفهمیدم چی کنم از کسی من کمک خواسته نمیتونستم. میترسیدم که مادرم بفهمه روزی را من کردم خواهر سارا که یعنی واقعا یادم میایه یا وحشتناک بود یک روز که مادر کلان ما از ما پرسان کرد گفت دختر حالت خوب هست بسیار داروبرم بر من تو میپیچیدم و دلم درد میکرد گریه کردم مرا داخل اتاق برد گفت بچه‌م چی شده گفتم مادر کلان قصه را برش گفتم, گفتم گفتم یعنی من اینی مریض شدیم من هم مرا چی شد؟ تمام داستان رو برش گفتم مادر کلان باور که هیچ کسی تش نکرده هیچ کسی یعنی به من دست نزده ما با هیچ کسی رابطه خراب نداشتم ولی ما اینی تو شدیم مادر کلانم کلان گردن ما بغل کرد گفت بچه ام کی گفته گفت دگر به مادر دیوانت گوش نکو او یک دیوانه زن است هر چیز که او گفت گفتم مادر کلان اگر بفهمه و خدا مرا خدا میفهمه کمرایم چی کنه گفت بچه ام تشویش نکن مادر کلانم کمکم کرد و برم لباس خرید و لباسای دخترانه که یعنی من از او حالت در آمدم که تا اینکه مادرم فامید مادرم فامید و یک اصابه جنگم کرد که خانه را نجیس کرده و مردار کرده و در دیگ و کاسه دست و نمی فامم. خدا میفهمه که چقدر وقت بوده تو جای نمازها را چقدر چطل کرده باشی تمام جای نمازها برد در سر من شوشت که اینا رو در سر چند تا جای نماز تو نماز خوانده از ترسه که میگه از ترسه خب من مرا میگفت که نماز خوانده خب من میمر اگه مریضم بودم یا جور بودم میرفتم در سر جای نماز به خاطر که مرا میزد ده نام میداد یعنی نامش نمیتانم با بانم مادر به خاطری که بسیار عذیتم کرد بسیار آزارم داد برادرم بعد از پدرم دو سال با ما بود برادرم گم شد گومی چه قسمی شد برادرم یک بچه بود که در خانه حکومت میکرد کار نمیکرد اینی میرفت که دوستایش میگشت وقتی که گوم شد بسیار گبا پشتی در آمد که نمیفهمم بچه بریش بود بعضی ها گفت که بسیار از او بچه ها بود ولی برادرم گم شد ما هرچی که دنبالی گشتیم برادر پیدا نتانستیم مادر دیوانه ما دیوانگیش شش برابر شد دیگه نمیشد خواهر سارا که با مادر در دستر سر یک دسترخوان نان بخوری یا در یک میز در یک, یک اتاق بشینی که روبروی تو میشش یعنی از ناخونای تو که عیب میگیری تا چشمای تو خب مادر کلانم بعد از برادرم گم شد مادر کلانم بسیار پیر بود مادر کلانم فوت کرد بعد از مادر کلانم دیگه بسیار روزاره دیدم ما دو بار دست خودکشی زدم که دفعه سومم که دست خودکشی زدم ما در شفاخانه ایران بستر شدم که مرا شش ماه ما مثل که در دیوان خانه بودم بعد از شش ماه که ما بیرون آمدم دیگر من نتانستم این فامیل تحمل کنم دنبال جای امن میگشتیدم که از خانه فرار کنم مادر کلان نبود خواهر من که از برادرم خورد بود و من از سر خواهرم چهار سال کلان بودم خواهر مرا میزد یعنی دیوانه گفته مرا ده هر چیزی که میشد مرا میزد در سر معامله کرد و مویای میکند که تو دیوانه هستی تو اگه دیوانه نبودی تو در شفخانه روانی هستی اگر من جیک میزدم صدای میبرامد مادر و بسته فامیل میگفت آی دیوانه هسته زنگ بزن که بیایی را بره که دما صدمه ما میزنه. خب خواهر سارا حیران بودم که چی کنم دنبال جای امن میگشتدم که تقریبا شده بودم دختری شایدم 20 بیست از 20 کلانتر شده بودم که دنبال جای امن میگشتدم که یکی را پیدا بکنم که از این خانه بگریزم یکی باشه مقصد مرا از این خانه بکشه خواستگار نداشتم یک دو نفر خواستگار زمانی که پدرم زنده بود بر ما آمد اینا در سر پول جور نامدن و مرا ندادن. بعد از اینکه پدرم مرد یک نفر یا دو نفر که دروغ نگفته باشم در سر انباغ بر من خواستگار آمدن که او اینا خودشان قبول نکرد وگرنه نه من بر من هیچ مشکلی نبود من میخواستم از خانه بگریزم یعنی از خانه برایم خداوند عزیزان دل نجات بده خانواده دیوانه یا مادر دیوانه را آدم از دیست و تو که خدا نشان نده ماها ندیدیم یعنی خدا هیچ دختری را نشان نده خوبی دختر میگه وقتی که ما دنبال عظیم میگشتیم که یک کرا پیدا کنم که از خانه بگریزم ما ما خانه کار میکردیم در خانه هم ما خوارم مادرم کل ما گلدوزی میکردیم و یک ماشین خیاطی بود در خانه در پتلون و شلوار و هر چیز که بود میدوختیم و رفته از بازار میادیم و جور می کردیم پس میبردیم مقصد کار در خانه میکردیم و از امو خرج روزگار ما را تیر میکردیم مادرمو امو می برد کالا را در اونجا تاویل میکرد و پس دوباره کالای دیگر را گرفته می آورد من مثل یک دیوانه کسی من را من اجازه نمیداد که من بروم با کسی گپ بزنم یا کسی را ببینم کلشان مرا میگفتی دیوانه است ای دیوانگی ما بعد از که مادر کلانم از دنیا رفت ما بسیار سرم فشار آمد کسی دیگر نبود در خانه فقط یک مادرم با خوارم بود برادرم هم یک خوار خورتره که دیگر هم داشتم بیادرم هم که گم شده بود دیگه ما زندگی شده بود بر ما جهنم بود از اول ولی دوچندان شده بود خب خوهر سارا یک روزی که اینا رفتن بیرون کد خود گفتم خدایا چی کنم من من این خانه را خوش ندارم دوست ندارم هیچ کس در این خانه مرا درک نمی کنم گپ میشه مرا میزنن تا گریه میکنم زنگ میز زن، می زنگ میزنیم که بیای تو را ببرد امو دیوان خانه ای که بودی اونجا ببرم بو اینا رفتن که کالا را ببره و آمد خانه امرای خوره که خوردم تنها بودم و همونجا تصمیم گرفتم که از خانه برایم و گشتم صندوق مادرم در داخل بکس مادرم پیسه داشت که پیسه که کار میکردیم در داخل امو میمان رفتم تمامی و پیسه را نگرفتم از روی او یک مقدار پیسه گرفتم که فقط خود یک جای برسانم از دست امینا بگرزم اصلا مقصد ما ای بود که ما از ایران گریخته بیایم افغانستان وقت افغانستان بیاییم گفتم بالاخره در افغانستان چادری هست چادری پوشیده یا گدایی میکنم یا کار میکنم در کدام خانه ولی از پیش اینا مگرزم تا زنده هستم نمیخوایم نام مادرم و خوهرم و فامیل ما بشنوم خوب از خانه بر آمدم پیسه را گرفته خوهرک ما خوردم نبود یک چهار پنج ساله یا شش ساله بود ایرا گفتم تو بشین من میروم از بیرون یک چیز بر تو خریدم یارم اوش گو در بر کس واز نکنیم ما تا من خود من آمدیم ما برای تو باز میگم از پشت در که مستم باز تو در باز کن ای, ای رشان دوم و پیشانه از زیر ماش کردم و از خانه ای طرف هم تو میدید بر آمدم بر آمدم. آمدم در سر سرک یعنی دور من میدیدم که مادر و خوهر مرا نبینه که اینا اگه مرا ببینه مرا پس دم و دیوان خانه روان میکنه من یک دختر اوشیار بودم از سختی که در سرم زیاد فشار آمده بود من دست خودکشی زدم که بخی از دنیا بروم دیگه این دنیا بر من یه معنا داشت و دیگه چون میفهمیدم که من جایی را ندارم در خانه و بیرون هم کسی را ندارم همون تو دویده رفتم در سرک دیگه خود در سرک رساندم در خم استاد شدم که از طرف که مادرم اینا میایه مرا نبینه نبی نب و من یک گان بست بیایا بر بست که طرف خانه ما میایه من در یک بست دیگه طرف شهر برم خب همونجا استاد بودم که یک مرد افغان با یک دسکاولک بسیار خورد از او طرف میایه فامیدم که یک افغان است و از قوارش و از طرز رفتارش فامیدم ای اومد به من ازدیک شد از این پرسان کردم که بس میفهمی چی ساعت میایه آیا ایدم و لحجه افغانیش بر من گفت که مام نمیفهمم گفتم تو افغانی هستی گفتا تو افغانی هستی گفتم. ما گفته ایش چرا در افغان نمی طرف مسای گفت که خو مثل افغانا ورج و نیستی کجا میری؟ گفت کجا میری؟ ما چشمای من حلقه زد هشک و بسیار حسابم خراب بود گفتم که میرم زیارت گفت خو مام زیارت میرم یعنی به نظر ما یک چیزی شد یک وسیله که مرد سر رای ما قرار گرفتم مرا ما وی ده بس ششتیم بس آمد و که ما رفتیم و گفت ده کدام زیارت میری گفتم نمی فهمم گفت نمی فهمی کدام زیارت میری گفتم نه تقریبا ساعت یازده یازده و نیمی روز بود گفت راست شدم و بگو چرا تو می ترسی؟ از کدام جای گریخته فرار کرده گفتم ما گفت از کجا فرار کردی از پیش شوید گفتم نه از پیش مادرم گفت چرا مگه از پیش مادرم کسی میگره ز فرار میکنه گفتم ما مادر ما رو شما ندیدین مادرم یک زنی هست که نیالا گفتم شاید مرا در دست پلیس بده گفت چرا تو رو در دست پلیس میده گفتم مرا مادرم دیوانه معرفی کرده تا گپ میشم میگه زنگ میزنم که تو رو بیا برای دیوانه خانه گفت تو یک دختر افغان هستی یعنی یه قدر بی قدر هستی که مادرت میخواد تو رو در دیوان خانه ها روان کنه گفتم گفت ما گفت یعنی روان کرده تو رو گفت ما من شش ماه در دیوان خانه بودم گفت شش ماه در دیوان خانه بودی گفتم گفت ما گفت یعنی اونجا چه می کردی گفت ما چه دستای بسته بود گریه می کردم برم گولی می دادن خوم می بود. خب شفاخانه بود بر ما گفت که حال میخوای چیکار چی کار کنی مردکه یعنی سن سال ما اگر از بیست بیست یک بودم خویی فامیده می شد که مردکه یکان چل ساله هست گفتم نمی فامم. گفت می خوایی با ما بوری سر کرا گفت من سر کراهای خشت آجور اونجا فامیل دارم بیا بوریم پیش اونا بعد گپ می زنم. اینجا نمی شم. ممکن است مادر تو تو رو دست پلیس بدم ای تو که معلوم است تو رو حتما دیوان خانه می بره ولی من نمی مانم تو رو دیوان خانه ببرم چرا یک دختر هوشیار رو بخواد دیوانه خانه ببره تو خود دیوانه نیستی گفتم نه گریه میکردم فقط ای گرفت مرا گفت چادر تا پیش سر کو کسی نفهمه هر کسی که گب زد بگو من ایرا شوی میکنم میگه یک طرف او میدیدم یک تمام بدنم میلرزید گفته هر کسی که تو را دید اگر یک وقت احیانا پلیس گرفت بگو من کت از دوست هستم میخوایم با ای ازدواج کنم سن تو خو خورد نیست میگه طرف سعی کرد گفت بچه این سن تو خو خورد نیست کلان هستی چند ساله هستی گفتم 20 بست هستم گفت خو دیگه سعیست اینجا هم که ایران هست تو مرا بخوای ما تو رو میکنیم دو تای ما من نمیمانم که تو دیوانه خانه بولی دختر در این مقبولی چرا مادر دیوانه تو رو میخواید دیوانه خانه روان کنه خب میگه خدا که داد نمیگه تو بچه از کیستی مرد هم که ای را گیر کرده ایم بیچاره یک مجردی که خدا می مجرد دور از فامیل دور از خانه خب این خداوند دیر ای یک وسیله قرار داد که یم صاحب زن شوه و دختر هم صاحب شوی و از دستی اون مادر دیوانه بگریزه میگه چادر ما پیش سر کردم دیگه تا سر کورک ما رسیدیم کسی هم ما را استاد نکرد و اونجا رفتیم کلشان اونجا مجرد بودن و زیادتر پشتونا بود و بسیار مردا زیاد بود که برای اونا گفت که ای دختر تمام قضیه رو برای اونا تعریف کرد اونا برش گفتیم که اگر پلیس ایران بفهمه خود کل ما رو دپورت میکنه این دختر رو برای چی اینجا آورده اینجا که زن نیست حالا ما چی کنیم با میایم ای دولت ایران بر تو نمیگه که تو ایران اینجا میگه حتما این را این دختر این دخترم که نامش در دیوانگی برامده. میگه غال ما غال و دیگاهش که چرا ایر آورده پس ببر بر ما را در ما مدرک نداریم ما اینجا غریب کار هستیم ما میخوایم بریم فامل ما پول روان کنیم میگه ما گریان میکردم میگفت نه پس ببر که اینا بسیار غال ما غال کردیم شد گفت که درست است اما پس میرم ولی امشب مرا یک اتاق برای همی دختر بتین که همی دختر تاستو بخواه کنه و ما بیرون خو میکنیم با که کمی دختر داخل اتاق باشه از صبح زود ما دختر گرفته میرم ما نکا میکنم میگن اما تو هر کدامشان لق لق میدید یعنی بعضی جلسه جلسی میکرد که آه ایره بر خودش آورده بعضی ها میگفت تو پیر هستی دختر تو را نمیگیره بعضی میگفت که یعنی میخواستن که من را از پیشی بگیره و ای خوب خلاصه در سر اون مغال کردن و قضیه را گفتن که من ایره برای ثواب میگیرم دهی ثواب میکنم اگر من ایران نگیرم ممکن است مادر ایره پس داده اونا خانه روان کنم خوب عزیزان دل ای شب ها میگم اونجا ماندم تا صبح من خواهم نمی بود یعنی اینا بین خودشان که در زبان پشتون گپ میزد ما من از ترس تمام بدن رو که درباره باره من چی می آیا مرا در دست پولیس میتن آیا مرا پس روان میکنن کنن جای فرارم نبود یک دشتی به براود بود که فقط اونجا کرای خشت بود و افغان ها کار میکردن یکان مترای وانیت میآمد و دیگه هیچی خب خلاصا صبح شد و شب آمد صبح کردم و هیچ کسی طرفی دروازه ما سعی نکرد یعنی که ما برتان بگویم که اینا بر من مزاحمت کرد و چی هیچ چی فقط پیره پشت در خو بوده نمی مردکه با چند تای دیگه اینا اینا بین خود گپ میزد که صبح هم روشنی شد و ای آمد در تک تک کرد گفت بخی برو اونو دو پشت ما یک جای تو پردگه گرفته است برو اونجا وزو بگیر بیا نماز بخون که براییم از اینجا بریم که اینا را اگر صاحب کار بیایه ببینه که اینجا تو دختر هستی و اینجا آمده ممکن است برای اینا درد سر درست شده و اینا مردم های غریب کار هستن و نمیتانه ما را اینجا قبول کنه قوم ما هستن ولی برای اینا مشکل پیش می آید اگر تو اینجا باشم رفتم وضو گرفتم و آمدم در اتاق نماز خواندم و خب همو چیزی هم که خود ناورده بودم یک چادر نماز داشتم هم یک بایکک همو گرفتم و کتی مردکه بر آمدم مردکه طرفم دید گفت که چی میکنی؟ اگر ما و تو, همی تو مجرد مجرد بگردیم خب دولت مرام میگیره تو را میگیرم من مطمئن است مادر تو تا حال در پلیس رفتم بیا که بوری مردوی ما خود در دولت معرفی میکنیم و تو بگو من کتزی آرسی میکنم من بگویم که ما ایره خوش دارم کتزی آرسی میکنم که هم جلوی گناه را بگیریم هم سواب کرده باشیم خب رفتیم موی در پیش دولت رفتیم در محوزه یا در استیشن. رفتیم این مدرکه من خویش زدم تمام بدن رو می لرزید گفت ما می خواهیم با هم دیگه آروسی کنیم تا که ما را دید پلیس شناخ عکس آورد عکسی را که از گرفته شده بود از زمانی که در شفا خانه بوده یا در خانه بوده اکس که در دیوان خانه بوده از یه عکس داشتن تا شناخت و فورا مردکه را دست بند زد و که دختر کجا برده بوده مشکل داره و مرام در گوشه دو نفرم مواظبم که تکان نخورو که زنگ زد که ده مادرم که دختر پیدا شده و ما ایرا کرده. ای را پیدا کردیم این مردکه فقط جغدات غالمغال میکرد چرا دست مرا بستین دختر مرا دوست دارم و دختر را دوست دارم میخوای مارسی کنم و اینا میگفت نه دختر مشکل داره توی را دوزی کرده و نمیفهمم. دیدم که نمیشه تمام بدنم میلرزه چون من در عمرم گب نزده بودم که کسی میترسیدم که ما بگویم که نه ای مرا دوزی نکرده. مادرم بد است فامیلم خراب است خب بالاخره زبان باز کردم روی طرف جناب سروان روی مکردم کردم گفتم جناب سروان من یک قربانی هستم در خانواده من نمیخوایم بروم پس من میخوایم با این مردک آرسی کنم میگه در گفت که تو حالت خوب هست گفتم ما حالم خوب هستم گفت مطمئن هسته که تو مشکل نداری تو را دوزی نکرده گفتم مرا را دوزی نکردم من دیروز از یخه نزی گرفتم که مرا ببر هر جایی میبری مرا در جایم هم که مادر مرا دیوان خانه رو آن میکنه مادر من هر لحظه که من گب میزنم زنگ میزنم میگه تو رو بیای ببر دیوان خانه جناب سروان چرا ظلم میکنه نی مرا دوزی نکردم من رو دوست دارم که امو ساعت مادرم رسید تا کم رسید تا میخواست مادرم عمله کنه که مرا بزنه که پلیس ایران پلیس زن بود و مرد بود اینا نماندن که خانم اینجا جای لدکوب و, و جای کتککاری نیست دوش بیا چی گب مادرم فقط میگفت دستم ده تو برسته که تیکه میکنم تو دیوانه را تو دیوانه کجا بودی دیشو خب خلاصا مرا بردن که ای مردکه و مادرم و یعنی اینا البته چی میگن دادگاهی میشن و اینا ای را میبرن جای دیگه و این مردکه در حفظ میمانه که بخاطر خاطر یک شبی دختر برده و خلاصه اینا یک شب از هم دیگه جدا بودن و فردا صبحش میای مادر اینا میره دیگه خب مادر اینا شکایت میکنه که من این مردکه را تو نمیمانم دختر دیوانی مرا بردم فردا روزش ما را خواست و ما را برد و من البته در بازداشتگاه بودم و در بازداشتگاه بود ما را بردن گفت که شما هم دیگر میخواین چند ساله هستین و من یه ای آیدی داشتم من پیش ما آیدی بود هیچ چیز نداشتیم ما کارت موقت داشتیم و هم ده پیش مادرم بود ولی مردکه داشت کارت موقت گفتم ما با هم دیگه می میکنیم همونجا نکای ما بستر شد و نکاح کردیم و ما از اونجا اومدیم بیرون و این مردکه برش گفت و که مهریه از دختر اینی چقدر مهریه میمانی ما هم زمانی که اینا میگفتن مهریه تو چقدر باید باشه ما ده هیچ چیز فکر نمیکردم به جز اینکه مرا ای باید از اینجا بکشم بعد وقتی که ما نکاح کردیم و دیگه محرم شدیم و ای دوباره یک تاکسی گرفته و مرا گرفته با یک مقدار میوه و شیرینی پس رفتیم دمو سر کره گفت میریم سر خشت با اونا خداحافظی میکنیم و میاییم میریم مردوی ما مشهد از تهران میریم مشهد اونجا میگردیم ما بسیار روزهای سخت را دیدیم دما گفت که ما بسیار تنهایی ها را کشیدیم میخوایم یک مسافرخانه کی را کنیم یک چند روزی باشیم اگر دلت تو شد میریم وطن تو رو میبرم وطن رو ببین اگر دلت نشد پس میایم بر تو خانه میگیرم اینجا تهران زندگی میکنیم مردوی ما ما کار میکنم و زنوشی می باشیم خوب رفتیم بالاخره رفتیم سر کورای خشت اونا دیدن و بسیار بعضی هایشان اصاب هایشان خراب که مرد که چل ساله چگه دختره گرفتن نه و دختر جوان و بعضی هایشان آمدن تبریکی دادن و خب خلاص ما اونجا شه و نششتیم و ما پس آمدیم و در موتراش ششتیم و خب خلاص آمدیم طرف مشهد مشهد ما یک افتر همه و یه گشتیم بر من لباس ها خرید و من دیگه فامیل ما ندیدم چون در پولیس گفتم من نمیخوایم فامیل ما ببینم من مادر رو من نمیخوایم ببینم خوه من نمیخوایم ببینم من یک کاکا داشتم در دا اونجا احمد داشتم خاله داشتم گفت از هیچ کدام از فامیل تا نمیخوای ببینی اونا میخوای تو رو ببینه گفتم من نمیخوایم ببینم اونا رو شعار میدادم که من نمیخوایم فامیل ما ببینم خاطر من میترسیدم که اگه من اینا رو ببینم اینا در یک چل و نیرنگ مرا دوباره نگیرن و تاول نتن در دیوان خانه و یگان بلا سرم نیاره. خب خواهر سارا با این مردکه رفتیم مشهد و بر من لباس خرید و خب آرایشگاه برد و مره خب رفتم من یه چیز یاد نداشتم هیچ چیز من نمیفهمیدم یعنی باورتان اگر میشه من کارهایی که یک دختر باید میکرد من نمیفهمیدم مردکه که خودش اصلیتش پشتون بود بر من طرف من میدید میگفت تو یک دختر افغانی اصیل هستی. میگفتم چرا؟ میگفت تو مثل دیگه دختران نیستی که تو شور و شوق و تو بیر بیخند و بازار برو لوازم آرایش بخر و ناخون و ترنکو تو چرا تو نیستی؟ مگه که در تو فکر میکنم مثل مادرای قدیم که صحبت میکردن که ما تو ساده بودیم تو مثل امونا هستی ما خود فکر میکردم میگفتم چی میگه چرا ایره میگه پس آن در فکر آمده بودم که خود میگفتم مرا کسی برای من موقعیت نداده بود. کسی برای من اجازه نمیداد که من مثل یک دختر زندگی کنم یعنی قدر مادر و پدر و برادر در سر من ظلم کرده بودن بعد از او خواهر من که من نمی آیا اینا من دختر اینا هستم یا یکان دشمن اینا خوب خواهر سارا ما از مشهد ای مرا گفت میخوای بریم وطن من میخوایم وطن بروم بازپس پس بیاییم. از وطن که برگشتیم باز اینجا خانه میگیریم اگر تو گفتی نه من وطن میشینم ما که تو دا وطن میشینم ما فکر نمیکردم که مرد که زن داشته باشه بعضی وقتا که خودی حالی فکر میکنم که آیا اگه می زن میداشت داشت که وطن رفته بودم با چی میکردم شاید مردگان قشلاق دیگران شاید مردگان جایی میبرد که بعضی ها صحبت میکنه در داستان ها میگه یک دختر برد در یک جای که سال ها قوم فامیلش ندید من در تو چیزا فکر نمیکردم من فقط فکر میکردم که من دیگه فامیل من نبینم بس خب ایران رو میاره عزیزان دل میگه من را آورد در لشکرگاه ایران میاره در لشکرگاه که میگه من نمیفهمیدم خودش میگه وطن من جای من که من در دنیا آمدهیم لشکرگاه هست ایره در لشکرگاه لشکرگاه فکر کنم یک از ما درست دقیق نمیفهم یا در یک بخش از قندهار میشه یا که از فرا و یا پتکیتکا و پتکیا اونجا مقصد همون طرف ها از طرف جنوب ای را که میاره اینجا او میگه مرا برد و ای مادر و پدر نداشت ولی خواهر و برادر داشتن اینا کلشان آمدن و چه زنی گرفته ای و نام خدا و هر کدام میامد در سر من نقل منداختن و پیستت میکردن و چاکلت منداختن و در سر من چادر منداختن و که زن تو چقدر مقبول است و نام خدا بالاخره بعد از سالا که زن نگرفتی چه زنی گرفته ای یک کلام پیش اینا گپ نمیزد که زن ما یک دیوانه بود یا زن ما یک دختر بود که از خانه گریخته بود میگفت اونا میامدن پرسان میکرد که عکسای های عروسی تنها میگفت نه آلبوم ما اونجا مانده بود کردیم خود تو عروسی کردین هر کدامشان از ما میپرسید بعد من طرفی می دیدم باید جواب میداد خبر نداشت که ما نکرده بودیم خب خلاصه روزای دوم سوم که ماندیم این مرد که در خوار گفت که من یک چیز برتان بگویم من میخوایم اینجا آروسی بگیرم آروسی که من در ایران گرفتم او بسیار بر من خوب نبود جالب نبود چون کسی را نداشتم چهار تا از همکارایم بود کارگرایی که سر کره خشت کار میکرد همچین آروسی نگرفتم میخوایم اینجا آروسی بگیرم این ای دختر را کتش کنم سمسایی دختر رو ببرین جور کنین ببرین و ما بفهمم که من داماد شدم در دا یک کالای صحیح بپوشم در ایران نفهمیدم خب این هم قبول کردن و اینا بسیار بین خودشان یک چی میگن برنامه ریزی خوبی کردن که آرسی کنیم خب ما را آرسی کردن و قوم و دوستایشان را دعوت کردن و ما را از نو دستای مرا خینه ماندن و پایای مرا خینه ماند و که او تو چیزها را من هیچ ندیده بودم هیچ ندیده بودم ده عمرم از کسای دیگر رو دیده بودم ولی در خودم هیچ بار نمیشت که یک روزی کسی برای من قدر عزت بتن انگوشتر در انگوشتم انداختن و بسیار مرد گلو خریدن بر من الله خریدن و آرسی کردیم که تی مردکه در همون لشکرگاه تقریبا دو ماهی را اونجا ما زندگی کردیم که از اون منطقه بسیار مردم طرف ترکیه میرفت که خود قسم قصه میکرد که بسیار مردم طرف ترکیه میرن میگه ایران خوب نیست ایران کار نیست ایران خوب درآمد آباد نیست ترکیه میرن از اون طرف میرن اروپا و بیادرای شیرا گفت تو اولاد نداری تو چرا نمیری یک مردم میره خود برو از اونجا ما رو کمک و که ما هم بیاییم بیادرای بسیار دلسوز و مهربان میگه یک دفعه ای از اونجا تصمیم گرفت که یا پاسپورت بی پاسپورت بگیره و ویزا بزنه و ما بریم ترکیه و از اونجا بوری اروپا. خب خلاصه یک مقدار پیسه اونا بر جور کردن و یک مقدار دیگه خودی داشتن و ما بسیار در عزت آمدیم و ویزا گرفتیم که یعنی ما ناجور هستم به ناجوری ما و ما رفتیم ترکیه از ترکیه اینا که چند مدت رو در ترکیه میباشن و خوب دیگه یک دختر بیست ساله و یک مرد چل چل دو چل سه خدا نه یک ساله و مشکلات ای بین خود می داشته باشند این مرد فکر و ذکر ازی روی روی ما بود این قدر ای فوکس میکرد روی ما که اگر ما بیرون کتازی می رفتم ای خوش نداشت که من طرف یک نفر دیگه اینو تو ببینم می گفت فقط که میری یه دو چشم طرف ما باشند. یه چیزها رو من افغانستان نمیفهمیدم چون در داخل خانه بودم کت فامیل از اینا در ایران هم که من کت از یک جای شدم یک دو هفته ای که ما ماندیم یک هفته ای ماندیم یا زیادتر من فقط ایره می و کس دیگه سعی نمی کردم وقتی که ما در ترکیه آمدیم مشکلات ما شروع شد من دوروبر من میدیدم خوب یک دختر شده بودم که یعنی می که من آزاد هستم در ترکیه یک دو بار این مرا خوب لد کرد که من تو را میگم خوب من زیاد مقبول بودم و این یکم پخپلو رستوران میبرد مرا میگفت از خانه مرا میگفت از تو خواهش میکنم که وقتی در رستوران میری زیاد طرفی هر مرد اینی تو نبین ولی نمیشد ما گارسونی اگر میامد خب یک چیز هم میماند یک طرفی او میدیدم خب دختر است دیگه دل داشتم این پیرمرد پیر بوده خوب برشن که ایران نجات داده بوده خوب باز هم یک دختر 22 ساله و 21 ساله و یا 20 ساله خوب بچه جوان ببینه خوب این پخبلو در بغلش خدا میفهمه چه قریش داشته و چه حال برادر افغان مرا دو نزنید که زنای ما رو بدرا میکنید نه این حقیقت قضیه رو برتان گفتم میگه ای دو بار مرا در ترکیه خوب لط کرد در ترکیه اینا یک چند مدت رو میباشن و مرا لب میکرد باز خانه که می آمد بر ما یک چیز می خرید می گفت ما تو را نمی بزنم ولی ما هرچی تو را می گم طرف دیگه مردا نبین فقط مرا ببین باز تو می بینی زورم می تا. اینی بعد هم می جلسی می که تو طرف که دیگه ببینی تو زنی ما فقط باید مرا ببینی بعد ما طرفش میگفتم گفتم خب ما که طرفی او در بعد ندیدیم خب چشم هسته دیگه می گفت نه اونمو چشم تا یا اینه تو بگیر یا طرف محمد تو بلوک بلوک مرا <applause> خب خار سارا بالاخره ما خود در قچاق مردکه انداخت و ما آمدیم اروپا تا اروپا ما بسیار با این مشکلات از افغانستان که بر آمدی بسیار مشکلات تیر کردم در اروپا ای ما برتان بگویم یک عادت بسیار بد داشت که دندان میگرفت گرفت مرمشم <تصفح> این مردک آدم خور بودن <applause> ای وقتی که یک جای مهشودی می شدیم ای دندان می گرفت در جای مرا خوی یک روز مرا لط کرد و که من از دستی بعد از دو سال فکر کنم اینا در اروپا که با هم دیگه زندگی میکنن ایرا که لط میکنه ای می را از دست همین شوی شکایت میکنه تا او وقت ای اولاد مولاد نکرده بودم خوبی که شکایت میکنه در دولت میگه این مردکه مر آزار میتن هم مرا میزنه خب دولت اروپا و امریکا اگر بفهمه که زن از شوی شکایت بکنه و جای دندانم هم در هر جایش باشه خب میگه این مرد وحشی هست چرا ای تو کنده ای را خورده تمام پده نزیره خب این همونجا از شویش جدا میشه خب عزیزان دل داستان و کتا بکنم از این مرده جدا میشه و بر خود زندگی را شروع میکنه فعلا این دختر در اروپا با بای اروپاییش زندگی میکنه صاحب بده تا اولادم هستم داستانش بر من روان کردم میگه از هیچ کسی اندازه فامیل خودم ما ظلم ندیدیم شاید شوهر که از اشتلاق گرفتم ای یک وسیله ای بود که مثل یک موتری که آدم سوار میشی تا یک جایی را تو رو میرسانه بعد خراب میشه ما سودا میکنیم این شاید برای من یک وسیله بود که من اروپا آمدم ولی من در فکر نکردم هیچ وقتی که این مرا نجات داده باشه یا این مرا چون ای هم پشت همون موقعیت بوده که میخواست یک زن داشته باشه و یک دختر مثل من بعدا که من از این جدا شدم این بسیار اول خوب بسیار داغ بود که من برو طلاق بگیرم تو دیوانه بودیم از تو دیوانه را اوشیار کردم و یالی تو آمده از ما طلاق میگیری ما گفتم من از تو طلاق برازی میگیرم که تو بسیار دیوانه هستی من خود دیوانه نیستم من نمیتونم طرف کدام مردی ببینم مگه میشه من تمام عمر فقط زول بزنم در تو میگفت چرا نمیشه جنگ ما همیشه سرعی بودیم من میگفت تو طرف مردا میبینی و مرا لد میکرد خب فعلا از که طلاق گرفتم خب درس خواندم و کار کردم و بالاخره در جای کار گرفته بودم که کدی همی بوی که هم یک جای زندگی میکنیم کت از کار همکار بودم کت از همکار بودم و تقریبا ما دو سال همکار بودیم و بعد از دو سال ما یعنی تصمیم گرفتیم که یک جای زندگی کنیم مرد بسیار خوب است و مرد آرام است تمام روز ما کت هر کسی ببینم هم نمیگزه اگر بیخی شوم در خانه نباشم نمیگه تو کجا رفته خب چون اجازه نداره بگه در اروپا و امریکا همچین گوایی نیست اگر بوی کتی از گر یک جای باشه او مثل افغان ها وری او رو ماکم نمیگیره که تو رو ما اجاره کردیم او میگه من ما ای رو ماکم گب زد و می میره از پیش ما افغانای ما ای رو نمیفهم افغان های ما زن گرفتم میگه قبالش در پای هست دیگه خلاص شد از دیگه جای گرفرند هم گرفت میگه دیگه ای از مست کسی اجازه نداره طرفی ببینه و در اروپا و امریکا ای گفا نیست عزیزان دل فعلا زندگی بسیار خوبی دارم و ها خواهر من در ایران خواهری که قدر مرا اذیت میکرد زاری میکنه پیش که مرا بخوای کار مرا جور کن مادر که کدش گپ نمیزنم خواهرم هم گپ نمیزدم تازه او را هم از طریق فیسبوک مرا پیدا کردن و کتم مگب میزنه و مرا می میگه مرا بخوی. خواهر سارا میخواستم با شما مشورت کنم آیا اگر من خواهرم ما در حق خودم ظلم نمیکنم گفتم چرا ظلم نمیکنی نخواهی؟ من جای تو باشم به خدا که اگر من امونا بی کسی که این همه ظلم در حق یک دخترشان کرده باشه خوهرشان چرا بخوایی بخوایی؟ نخوای اوشکا خوب عزیزان دل برش گفتم سعی که خوهرتان رو نخوایی نه مادرتان نه نه او برادر اگه پیدا شد او اگه اگر مامایت خالیت نه یک دلار برای اونا پیسه اون که یک یورو نه اونا رو بخوایی این نظر ما بود چون ما اگر یک دختری در حقش بسیار ظلم شوه او را از طریق خانواده من برای دخترها همیشه نصیحت میکنم میگم دیگه سر اون خانواده را چل پا بزنین او خانواده شما نیست اونا دشمنن دشمنایی هستن که خدا فامیل نشان باز بازم شما نظری خودتان در کامنت نوشته کنین که آیا این دختر فامیلش کمک کنه نه به خاطری که دختر زندگی بسیار خوبی داره فعلا از خود خودش گفت خانه دارم و دو تا اولاد دارم و بوی فرند اروپایی دارم و از خود موتر دارم و بسیار هم دختر مقبول هستم و بوی فرند شاید آرسی کنیم خاطر که دو تا اولاد کردیم از هم دیگه داریم شاید آرسی کنیم امیر روزا هنوز هم بسیار تو ما کم آرسی کردنی نیستیم ولی تصمیم داریم که آرسی کنیم خوب عزیزان دل نازنینام اینی از داستانی خواهرک زبای ما بود که از دست فاملش روزاره دیده بود خوب عزیزان در افغانستان چرا بعضی مادرهای قدر دیوانه هست؟ خب من میگم چرا به خاطری که خود او مادر مادرش دیوانه بوده خودی مادر او مادرش دیوانه بوده اگر نه یک دختری که نرمال کلان شود چرا یک مادر دیوانه باشه اگر یک دختر در خانه ده او با او بسیار در خشونت و بسیار در سر او ظلم نشده باشه چرا او دخترش او قاضار بودن؟ یک طفل یک طفل بدیفاعی که کس نداشته باشه یک دختر همیشه احتیاج داره در دا مادر وقتی که یک مادری قضالیم می باشه بعد او دختر دیگه چی کنه؟ خدا میفهمه وقتی که ما دختر بر آمده مادر از قدری را بدوا کرده باشن آی تو را خدای تو کنه آی تو را خدا تو کنه یک چیز دیگه عزیزان برتان بگویم ای را در گوشایتان فرو کنین بدوایی که ایلایی بشنین بدوا بکنین کسا نمیگیره اگر یک آدمی در حق تو ظلم کنه بدوای تو او را میگیرن کسی تو را جانه, کسی تو را اذیت کنه کسی تو را آزار بده. بدوای تو او را میگیره ولی یک وقتی که یک دختر قدر از دس اینا اذیت از آزار شده بعد چطور بدوای او مادری را میگیره بدوای دختر بسته فامیلش را میگیره شاید بدوای یمی بوده که بیدر از گم شده بدوای یمی بوده که پدرش از او بالا تا پریده و افتیده مرده خوب نمرده بعد از ششمه مرده ای این فکر کنین هیچ وقتی این نیست که تمام سال والدین بد دعای بد کنه و اولاد بگیره به خدا اگر اولاد دعای بد کنه والدین خوش میکنه به خاطر که اینا اینا رو در زور نخواسته بیاین در ای دنیا اینا رو ما آوردیم این متوجه باشین این همه دخترها که همه ظلم میبینن این همه اینا اذیت میشن آزار میشن اینا از دست شوی پدر مادر عزیزان اینا اینا آب کشه به خدا اونا طرف مقابل خشک میکنه وقتی هیچ کسی رو نداشته باشی تو فقط بگی خدایا چی کنم خدای من چی کنم حتما خداوند از او بالا جواب میده میگه صبر کو در یک بهانه حال نفر میگیرم ولی تو یکم حوصله ببینین یاله دختر در کجا هست و مادر و خواهر ای دختر در کجا هست این مرد افغانی هم که را آورده بعضی شاید یال بگوین که که اک... اک... چرا کار کرده این ما نمی فهمیم این دختر خودشان تصمیم میگیرن. گیرن از زانی دل کس... کسی کس دوست داشته باشه ازش جدا نمیشه شاید دوست نداشته بوده. شاید این دختر فقط میخواست از خانه برای فرار کنه کی ای را گرفته ای هم که از این استفاده کرده تا چند سال بودن طلاق گرفته حقش بوده یک دختر اگه شویش دوست نداشته باشه او صد فیصد باید از شویش طلاق بگیره نمیشه که تو یک عمر یک غذایی را خوش نداشته باشی ده زور ده زور بخوری مثل که بعضی غذاها ده پیش آدم قدر بد بعد آدم میایه که طرفش دیده نمیشه ولی تو رو مجبور هستی بخوری شوی بد و شوی بدرنگ و شوی بدخوی و بداخلاق مثل اونم تو غذای گندیده یا غذای بدمزه یا غذایی هست که به نظر ما مکروه یا کدام غذای بد کار خوبی کردن که طلاق گرفتن من آفرین میگم برشان هرچند که من سر از داستان ای دختر بسیار یکم کتش جنگم کردم چون بعض جای ها که گپ میزد اینی من به کنفیوز شده بودم برش گفتم که بخی داستان تو مرا کنفیوز کرده دیوانیم کرده هیچ تو داستان است از برای خود یک مادرم به خدا باور کو گریه کرد گفت بعد از چند سالی گریه نکرده بودم ولی امروز خواستم بر تو بگویم خواهر سارا تمامی اتفاقات دم افتاده تمامی کارا رای مشوده گفت دروغ نمیگم گفتم نه نمیگم تو دروغ میگی من دیدیم، ما بسیار افغان های دیوانه زیاد داریم ما بارها گفتیم ما ای قدر در افغانستان یا در ایران،, ایران، امریکا یا اروپا دیوانه زن ها داریم که به خدا اگر او سرش ناپیدا اینمی شویه ها بلای اینا مانده شویه بعضی از بس که دیوانه هستن اینا دیوانه مغزی هستن بعضی هایشان در خانه که هست یا کتا اولاد خودمی میگیره ول 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 من مادر توی تو عمه تو توی خاله تو تو دیدی ما خود داستانایش دارم بعضی هاشان اولادشان ها که اعلام میکنه شوی که میای از یخن شوی میگیره کجا بودی چی کردی پیست کجاست پیسیت چی کردی ای چی نه تو مثل و الهی جنگ جور میکنه در خانه و در خانه نزا جور میشه از دیوانه ها زیاد داریم دیوانه هایی که شویم هم دخترم بلاست دختر هم, هم حتی ننوی از یام در بلای از یاست دیوار از البته خوب زیاد داریم از این ها هم داریم زیاد دلتان بخوایم میخوای نام بگیرین دمی امریکای قدر زیاد است امینایی که میاین یگان دفعه یگان چرت دادم کامنت میگه باز میره این امین ها هایی هست که گب زدنشان رو یاد ندارن طرز رفتاری که با یک اولاد بکنن با تربیه اولاد رو یاد ندارن شویداری را نمی فامیلداری را نمی فامن. تنها چیزی که یاد گرفتن گفته شکر ما مسلمان هستیم دینی خود ما سودا نمی کنیم یاد گرفتن خدا را شکر در حالی که به خدا دینی همه تو آدم ها را اگر کسی کی می خره عزیزان اگر می خرید به خدا آدرس شد ما به دین می کس نمی خره چیزی که یاد گرفتن فقط گفتن شکر ما مسلمان هستیم ما خود دین ما را سودا نمی کنیم این را بعض جای در کامنت نوشته می کنه. شکر مسلمان باید مسلمان کمک کنه در حالی که هیچ وقتی مسلمان مسلمان کمک نکرده یک شعاری دروغی است. هر چی مسلمان کمک کرده مسیحی، یهودی، بدین شما دیدین یک مسلمان مسلمان کمک کرده باشه؟ نه مکی ندیدیم همیشه مسلمان از مسلمان گریخته مسلمان مسلمان کشته مسلمان مسلمان چور کرده مسلمان مسلمان آزار اذیت کرده ما تالا ندیدیم که مسلمان مسلمان رو کمک کرده باشه ولی یک شعاری شده در بین نمی دیوان زن ها و دیوان مردا که گپ شد میگه آ شکر مسلمان هستیم ما باید همدیگر کمک کنیم من یک ویدیو درباره پول دارم دو تا البته خیلی هاشان نوشته کرده که مسلمان یک مسلمان باید کمک کنه حالا چی میشه که همی مسلمان جایی چی بگویم کمک نکنه که ایچی هم ظلم نکنه در حق یک مسلمان دیگه خب اگر میگی نه کجا مسلمان کرده کجا مسلمان ظلم کرده در حق مسلمان خب در افغانستان غیر مسلمان که کس دیگه نیست فعلا اگر میکشه هم مسلمان میکشه اگر تجاوز میکنه هم مسلمان میکنه اگر دوزی میکنه چور چپاول همی مسلمان میکنه کدام مسلمان دست مسلمان گرفته؟ بر ما بگوین خواه میره در کامنت هم اینایی که زیاد میگین مسلمان باید مسلمان کمک کنه نوشته کنین بگو، آه، اونی که مسلمان در اونجا کمک کرد مسلمان اگر کس رو کمک کنه برای شر رو پیتنه کمک میکنه به خدا اگه همسایت کمک کنه یک مثال میزنم همسایه تا کمک کنه فقط میگن اینجا که این تو رو کمک میکنم بخاطر که سارا رو آزار بدی آشغال بند از دانه درش بچهش آزار بدی دخترش آزار بدی اینه تو کمک میکنه خوب از این رسیدیم؟ رسیدین امیدوار از تو عزیز از من خفه نشین من خوب میفهمین که زبان ما همه هست حقیقت هم میگم همیشم چشمای ما حقیقت میبینه زبان ما حقیقت میگه و یک خواهش دیگه از شما دارم عزیزان دل من کلتان دوست دارم بعد و خوبتان بر من افغان هستین خواهر و برادرای من هستین اگر یک وقتی من پشتون گفتم یا هزاره گفتم یا تاجیک گفتم این دایی ای حساب نکنیم که تو چرا نام گرفتی ما پشتونا زیاتر با غیرت ترای افغانستان پشتونا هستن. تاجیک ها هم همچنان بسیار با غیرت هستن ازاره ها هم همچنان با غیرت زیاد دارن ولی به هم زیاد دارن که مثل هم کسایی که فعلا در خاک خودش نمیتونه زندگی کنه ولی میخواه خانه جمهوری اسلامی را جور کنه و از جمهوری اسلامی مواظبت کنه و اونم برن بر علیه اینان بجنگه که بان که ملا خامنی جور خوش شوه خو اینا به های ما هستن دیگه با غیرت های ما خواهی تو نمیکنه با غیرت ما میره از خاک خودش دفاع میکنه بامیانی هست میره در بامیان جور میکنه برای خود خانه چی میکنه میره سر مرز ای را بکش که تو یهود هستی او را بکش تو مسیحی هستی که ما عزیزان یک چیز دیگر هم آخری میخواییم براتان بگویم متوجه باشین این همینجا زندگی نکنین خو همیشه بگوین که این شعار ها در همیشه در کامنت های ما هست که میگه دنیا بهشت کافران است و جهنم مسلمان ها جهنم است و بهشت کافران عزیزانی دنیا را بر خودتان جهنم جور کنین خوب بر این از زندگی نکنین و یک دکلی یک دیگه تان بزنین و جگرهای تان خون اصابه تان خراب خودتان دیوانه میمورین میرین دو دنیا میبینین که هیچ خبری نیست نه احمد است نه محمود است نه عمر است نه حسن است نه حسین است و اگر هم هست شما اونجا هیچ کارا نیستین اونو اخباس چی میکنین شاید بگوین وای چی اشتباهی کردیم اما دنیا را حداقل از زما دنیا یک لذت میبردیم سعی کنین از همه دنیایی که هستین یک ذره لذت ببرین زندگی خوب کنین خوب بخورین خوب بگردین مردم آزار نتین د پای کافر و مسلمان پیش نتین خدا یهود اذیت نکنین به دین اذیت آزار نتین همی دنیا خوب زندگی کنین تا او دنیا رفتن خوب میشه که دمی دنیا مگه تو آدم خوب باشی دم دنیا هم در بهشت بری حالا چی ده این دنیا که خودت تانا کشته ماندین مگه او دنیا را برای دیوانه ها جور کرده بیشتر که اینجا در سر تو بزن در پایت بزن مردم ها را آزار و اذیت که بعد تو برو در یعنی خداوند اگر میخواست که دایی دنیا کس خوش نباشه باید دایی دنیا تا بتانی تو عذاب بکشی بعد بوری در دنیا در بهشت خب چرا هست کرد؟ یعنی ما را ای دنیا بر چی آورده ای که میگه بر امتحان آورده ای گبای ملا هستن گبای ملا را د دنیا گوش نکنیم که ملا سواد نداره ملا طایفه احمق ترینی. قشر جامعه افغانستان و ایران هستم ای رب خب نازنین امیدوار هستم که موی نکنین بعضی هایتان خودتانه که وای ما را چی گفت شما را چیزی نگفتیم من مو کسایی را گفتیم که همین اخلاق داره خب نازنین ها در کامین نظریات خودتان راجع به دختر نوشته کنین راجع به فامیلش نوشته کنین نظریات خودتان رو نوشته کنین عزیزان دل که نظریات شما بسیار برای صاحب داستان و برای من مهم هست انشالله فردا دوباره یک داستان پول میمانم برتان که این داستان پول بسیار کسای افغانایی که در اروپا هست بسیار روزگاری مردم خراب کردن اینا دوباره اگم همچین داستانی را دارم فردا یا پس فردا برتان نشر میکنم انشالله که زنده باشم در خدمت شما باشم شما رو تنها نمیمانم شبهای زمستان دردراز اروپا یا امریکا را عزیزان با شما هستم عزیزان دل یادتان نره کامنت نوشته کنین در هر زبانی که نوشته میکنین کامنت نوشته کنین چه انگلیسی، اروپایی فارسی، دری پشتون، اوزبکی ترکمنی کامنت نوشته کنین نظری خودتانه چیزی که در قلبتان، در دلتان هست چیزی را که برای شما اونمو مهم هست اونمو رو نوشته کنین بر ما فرق نمیکنه مرا دو میزنین با همو کامنت مرا دشنام میتین از ما اعتقاد میکنین که چرا ایتو تو گفتی در کامنت نوشته کنین ما هیچ وقتی از شما ناراحت نمیشم شاید یک وقتایی بگویم که آین ای تو گفتین ولی از قلب یعنی ما از شما عصبانی نمیشم کامنت کنین لایک یادتان نره ویدیوها رو بسیار کم لایک میکنین سعی کنین تا میتونین لایک کنین کامنت کنین عزیزان میخواین مرا ساپورت کنین کامنت کنین و لایک کنین خواهرای عزیز من خوب عزیزان نازنینا تا همینجا با شما بودم شبتان بخیر شب امریکا بخیر و روز اروپا بخیر امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان کسی مثل دختر و فامیلش در جمع شما نبوده باشه مادرای عزیزی افغان خودتان اصلاح کنید با دخترایتان دوست باشین بار بار براتان گفتیم دوست باشین مهربان باشین از مهربانی هیچ وقتی کم نمیشید ای که غر رو پر میزنین و دخترایتان رو میتین ای براتان خوب نیست خداوند و خدا راضی نیست که یک دختر عشق شدر بیارین فرق نمیکنه دختر پدر مادر داشته باشه یتیم نباشه دختر که تنها بود در خانه یتیم است این نیست که فقط پدرش بومره، مادرش بومره، او یتیم باشه وقتی که در خانه کسی برش اهمیت نده او یتیم هست وقتی که عشق یتیمی را در بیارین عرش خدا در عرضه در میاره ای را که شنیده نتمن باور داریم خوب عزیزان خدا حافظتان بیخی گلونم خوش شده از بس که گب زدم خدا حافظ.